ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله چند اشکال و سوال مطرح شده است که شایسته است اول به اون سوالها و اشکالها جواب دهیم، بعد اگر فرصتی باقی موند انشاءالله یه مطلبی را عنوان بکنیم. اشکال اول در مورد کلمه هند در داستان حکایت دیشب بود که بعضی از دوستان گفتن که این هند همون هند جگرخور بوده. خب فکر میکنم برای طلبه ها احتیاج توضیح نداره، چون هند یک اسم عربیه، کما اینکه هر علی حضرت علی مولای متقیان نیست. خب هر هند هم هند جگرخور نیست. اسم هند به عنوان نام زن در میان عرب زیاد بوده. حالا چرا کلمه هند برای زن انتخاب شده؟ خب لابد اون که در آغاز مثلا 500 سال قبل از اسلام اولین بار نام دخترش گذاشته هند، شاید معنی در نظر گرفته باشد، یه معنی در نظر گرفته. حالا اما چرا این کلمه به نام هند برای زن انتخاب شده برای ما روشن نیست معنیش، ولی هند در میان زنان زیاد بوده. هند دختر عطبه ربیعه زن ابو سفیان النهر بود، از همسایه های نزدیک رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه معظمه. عتبه ربیعه همسایه دیوار به دیوار خانه رسول الله بود در مکه معظمه. یکی از سران قریش، یکی از رهبران مهم کفر در جنگ بدر، دخترش به نام هند به اصطلاح در تاریخ هند جگرخور، به خاطر اینکه در جنگ احد هند جگر سیدنا حمزه را در آورد و به دندان تکه تکه کرد. موضوع این بود که در جنگ بدر حضرت سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله عنه پدر هند و عموی هند و پسر هند و برادر هند را کشته بود. چند تا شده؟ بنابراین خوردن هند جگر سیدنا حمزه یک انتقام خونی بوده همراه با کفر، ولی با توبه به نفس خوران گناهان بخشیدیم بخشیده میشه. هند در روز فتح مکه مسلمان شد. اولین تصدیق که پیامبر را بازداشت کند، سخت مقاومت کرد و به شوهرش گفت که نباید تسلیم شود، تا بالاخره ابو سفیان اجباراً تسلیم شد و لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله لشکر اسلام فاتح وارد مکه شد، به همه مردم امان داده شد. زنان مکه به پیامبر پیام دادند یا رسول الله مردها مسلمان شدند، ما زنان حقی داریم، چه خوب است برای ما نیز وقتی اختصاص بدهید تا مسلمان شویم. رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از 8 سال جدایی از زنان قریش، از طایفه و جماعت و همسایگان و مردم محله، به اونها فرمود اشکال ندارد بعد از نماز مغرب در فلان جا جمع شوید، می آیم و از شما بیعت می گیرم، یعنی اسلام شما را قبول می کنم. و در اینجا اون آیه معروف سوره ممتحنه بر پیامبر نازل شد، آیه خاصی که شرایط مسلمان بودن زنان مکه را اعلام کرد. 6 شرط بود، یعنی رسول الله موقع پذیرفتن اسلام زنان قریش 6 شرط عنوان کرد. 1. خدا را به یکتایی بپرستند. 2. با عفت باشند، عمل خلاف عفت انجام ندهند. 3. دزدی نکنند، از خانه شوهر خود هرگز دزدی نکنند. 4.
فرزندان خود را نکشند، اونها را تربیت کنند و بزرگ کنند. 5 به همدیگر تهمت نزنند. 6 در هیچ کاری مخالفت پیامبر نکنند، برخلاف پیامبر کاری نکنند. این 6 شرط. هند جگرخور در میان زنان قریش نشست. او نمی دانست حالا امان دارد یا نه. زن رئیس قریش بود دیگه. در میان زنان قریش نشست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مجلس زنان محله خود آمد. زنانی که 40 سال با اونها زندگی کرده بود، 10 سال 13 سال از اونها انواع توهین و ناسزا و تهمت شنیده بود. 40 سال زندگی معمولی با اونها به عنوان مظهر امانت و صدق و صفا در میان اون زنان که همه او را محمد الامین می گفتند. وقتی نبوت آغاز شد 13 سال هم جنگ لفظ و فخش و توهین و ناسزا، بر جنگ بسر عقیده بود دیگه. گویا بلال همراه رسول الله بوده. هند به عنوان سیاستمدارترین زنان قریش میخواست بداند آیا امان دارد یا اگر پیامبر بداند او هست دستور بازداشت میده. میخواست اینو بداند. نوسته نماند که در اونجا هند مادر زن پیامبر هم به حساب میامد، زیرا ام حبیبه دختر ابو سفیان از سابقین اولین، از نخستین زنان مؤمنه مکه در اون تاریخ همسر رسول الله بود و در نتیجه زن ابو سفیان مادر زن پیامبر حساب می شد دیگه. ولی چون که هر کدام جنگ عقیده بود، از طایفه‌ای که اونها خیلی به هم نزدیک بودن، جنگ عقیده بود. اگر کفر برطرف می شد دیگه مسئله نبود. اتفاقا این رو در نظر بدانیم که غالب دختران بنی امیه قبل از اسلام زن بنی هاشم بودند، زن مردان بنی هاشم بودند و غالب دختران بنی هاشم زن مردان بنی امیه بودند. و جالب این است که بدانیم پیغمبر اکرم 4 دختر داشته، 3 تاش زن بنی امیه بودند. حضرت 3 داماد داشته دیگه. داماد اول حضرت ابوالعاص بن الربیع، ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدمناف از بنی امیه، خواهرزاده خدیجه بوده، اولین داماد رسول الله. شوهر دومین و سومین دختران رسول الله حضرت عثمان بن عفان بوده از بنی امیه دیگه. اول ام کلثوم به زنی گرفت، بعد که ام کلثوم فوت شد رقیه به زنی گرفت، یا بالعکس اول رقیه به زنی گرفت، وقتی رقیه فوت شد به جای رقیه ام کلثوم به خانه حضرت عثمان آمد. سومین داماد حضرت صلی الله علیه و آله حضرت مولای مستقیان حضرت علی کرم الله وجهه بوده که پدر نسل رسول الله نیز هست. بنابراین از 4 دختر پیامبر 3 تا زن بنی امیه بودن. جز مسئله جنگ عقیدتی مسئله دیگه نبوده، تو جنگ عقیدتی بوده دیگه. بالاخره هند خیلی ماهرانه با این نقشه در مانگان نشست. نقشه این بود که طور رفتار کند بداند آیا پیامبر دستور بازداشت رو میده یا نه. حضرت صلی الله علیه و آله شرایط را عنوان کرد، فرمود خداوند به شرطی شما زنان مکه را میبخشد، شما را سعادتمند میگرداند که از اینجا از حالا تعهد کنید دیگر فقط الله را بپرستید، جز الله چیزی را نپرستید، همه چیز را از خدا بدانید، نذر و عبادت و قربانی فقط برای خدا باشد. همه قبول کردند. هند آهسته گفت که حالا بوتی چی تو گذاشتی که مردم بپرستند؟ بوتها را همه شکستی دیگه، بوتی چیزی نمونده کسی بپرستد. مجرد اعتراض این بود که اون میدارد که پیامبر خداش میشناسد که آیا حکم بازداشت داده میشه یا نه. حضرت ادامه داد به تو به سخن فرمود و به شرطی خداوند اسلام شما را قبول میکند که فرزندانتون را تربیت کنید، اجازه کشتن ها را ندهید. هند گفت ما اونا را نکشتیم ولی تو در بعضها را کشتی.
پسرش در بند کشته شده بود، حمزه را تو بن ابی سفیان. حضرت صلی الله علیه و آله چیزی نفرمود. هند متأکد شد که حالا دیگه بازداشت نمیشه، معلوم بود دیگه. رسول الله فرمود و به شرطی خداوند اسلامتون قبول میکنه که شما با عفت باشید، زنا نکنید. هند گفت ما اقبحه حلالا فکیف به حراما او تزن حرت یا رسول الله. گفت چه زشت اون عمل با همسر خود، وای اگر با بیگانه باشد. یا رسول الله مگر زن شوهردار هم زنا میکنه؟ به نظر بود که جامعه قریش یک جامعه قبائلی بود. در جامعه قبائلی آلودگی های شهر و جامعه مدنی به کلی نیست. مقام قریش در دوران بود پرستی عیارخانه هم طائف بود. اونا کنیزکان را داشتند برای فساد و تبهکاری و کارهای شرم‌آور. زنان قبائل معروف قریش امکان نداشت که دست به کار بد بزنند، چون این رسم در قبیله نبود. فورا کشته میشد، بلافاصله کشته میشد. اگر زنی از یه طایفه معروفی کار بد میکرد، آنها خویشانشون را میکشتند، مشخص بود. به این دلیل حضرت شرایط اتفاق عنوان کرد. هند گفت که ما اقبحه حلالا فکیف به حراما او تزن فرقت یا رسول الله. چه زشت است اون عمل با همسر خود، وای اگر با بیگانه باشد. بعد افزود یا رسول الله مگر زن شوهردار هم زنا می کند؟ حضرت صلی الله علیه و آله به شرط دیگر ادامه داد، فرمود و به شرط اسلامتون قبول است که از خانه شوهرانتون دزدی نکنید. هم که حالا متأکد شده بود دیگه بازداشت نمیشه، خواست شیرین سخنی کند و رسول الله را به خنده آورد، یا بالاخره کاری کند که دیگه نشان بده که حالا کی است و برای چه نشسته. هند دست بلند کرد گفت یا رسول الله اگر این شرط قبول کنیم بچه های من گرسنگی میمیرن، زیرا ابو سفیان مردی بخیل است، من فقط از دزدی بچه ها را نان میدم. خب شخص بود که میخواست بگم وسیله امان بگیرن. رسول الله صلی الله علیه و آله کاملا اون را شناخت و فرمود به اندازه مخارج فرزندانت میتوانی از مال ابو سفیان برداری، نه بدزدی، برداری. به اندازه مخارج فرزندانت میتوانی از مال ابو سفیان برداری برای مخارج فرزندان. و بعد از پایان شرطها این بلند شد جلو به رسول الله آمد، گفت یا رسول الله تا قبل از این مجلس تو نزد من بدترین آدم بودی و دین تو بدترین دین بود، و الان خدا گواه است تو نزد من عزیزترین کس هستی و دین تو بهترین ادیان است. حضرت فرمود و ستزیدین، یعنی این عقیده ادامه خواهد یافت، افزوده خواهد شد، چون آغاز اسلام بود دیگه. هند با شوهر خود به مدینه آمد و در مدینه منوره در حالی که مسلمان بود چند سالی هم نماز خوان درگذشت. که گفته شد یکی از زنان انصار بود، دختر سعد بن ربیع، که شوهر و پدر و برادر خودش در جنگ خود شهید داده بود و افتخار میکرد که اونا شهید شدن و مسئله هم براش نبود، پس با اون هند ارتباطی نداره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله